و چیز دیگری هم که باید بهش اشاره کنم دوستان عزیز این قضیه است که واقعا توی جامعه اسلامی خیلی خاصه خیلی ویژه است یعنی این شاید یکی از علل این زوال یا این انحطاط اندیشه باشه این چیرگی بنیادگرایی به آسانی روی جامعه است طالبان پیش روی خودمون هست دیگه نگاه کنید ظرف ده روز به راحتی روی یک جامعه 45 پنج میلیونی 50 میلیونی کم و بیش چیره شد ظرف ده روز چی نیروی مردمی هم در برابر این قرار نگرفت 57 رو نگاه کنید حالا 57 خب من قبول ندارم اسلامی بود چون جا چپی ها هم دخیل بودند اما انقلاب فرهنگی رو شما مد نظر قرار بدید با این آقای سروش هیچ نیروی مردمی در برابر این قرار نگرفت اینه نمیدونم چه داستانی است در جهان اسلام که بنیادگرایی به راحتی چیره میشه ما دو یه سلسله داشتیم یه رضا رزاش... شاه و محمد رضا شاه فقید تا بودن اصلاح طلب بودن اصلاح به رفرمیسم دینی اعتقاد داشتن نامه نوشته بودن واسه یه محمد رضا شاه فقید گفته بودن که این بحث حق رأی زنان این مخالف شرعه نه اون اسلام شما این چنین اسلام این چنی نیست کی گفته مخالف اسلام سو پذیرفته بود ها میشه این دین رو بشیم رفرم کنیم اونو کنار زدن یک نیروی بنیادگرایی مثل خمینی و دارو دستش اومدن روی کار و ببینید انحطاط تا به کجا که سکولارها هم پشت این فرد رو گرفتن یعنی میخوام این رو بگم یعنی میگم این پایه اندیشه پایه خردورزی در جوامع اسلامی بسیار سست بسیار شکننده است اینه کمونیست بی خدا سکولار لنین پرست مارکس پرست ما او پرست استالین پرست میره پشت یک فرد بنیادگرای مذهبی رو میگیره یعنی هر جوری فکر کنید این واقعا جمع شدنش خیلی چیز پیچیده ای واقعا چیز پیچیده است این زوال از اینجا به وجود میاد این به بیراه رفتن عدول از اندیشه صحیح هم چیزی خود مسعودی هم حالا ازش یاد کردیم داشت میگفت بهتره که برای دوستان این مطلب رو بخونم خیلی جالبه که میکنم اطلاعات خوبی به دوستان بده از کتاب ویلهم ویندلبند لربوخت گشیشت دو فیلوزوفی میشه کتاب درس تاریخ فلسفه کتاب آموزشی خب دوستان می نویسه به علت وجود شرایط خاص در تمدن اسلامی بخش اعظم بنیانگذاران و حامیان علم و فلسفه پزشکان بودند راست میگه ابن سینا و رازی در حالی که در غرب این نقش را روحانیون بر عهده داشتند دقیقاً لایبنتس می‌گام کشیش بود آگو... آگوستین قدیس گاستن خیلی معروف بود که این کشیش اصلا اسقف بود یکی دو تا دیگه هم بودن از این متکلمین و فیلسوفان برجسته غربی. هم شد اسمش از این رو در کشورهای عربی منظور اسلامی مترجم نوشته آموزش پزشکی قدیم و علوم طبیعی همراه با تعلیم فلسفه بود که راست میگه مثلا راضی شما بشینید گفتارش رو مطالعه کنید ببینید خیلی داره فلسفی صحبت میکنه آثار بغ... بغرات و جالینوس مانند آثار افلاتون ارستو و نو افلاتونی ها به عربی ترجمه شد اشاره کردم به همین علت در متافیزیک عربی از متافیزیک اسلامی حالا گفت عربی دیالکتیک همیشه در توازن با فلسفه طبیعی قرار داشت اما به دستاوردهای تازه عرب دانشمندان کشورهای اسلامی در قلم روی طب و علوم طبیعی نباید بیش از حد بها داد دانشی که عرب بعدها به غرب انتقال دادند عمدتا عبارت بود از کتابهای یونانی در واقع کل این فرهنگ علمی را به طور مصنوعی به تمدن اسلامی پیوند زده بودند این چیزی که میگن این مصنوعی یه انسان دوست یه خردمند حالا همشون ایرانی بودن من تعجب میکنم میگه عربی عربی خیلیشون تو به سرزمین ایرانی ها بودند اینها اومده بودند گفتن چه کار کنیم این؟ از این بدبختی مردم میخورده بکاهیم چیزی تولید کنیم رازی و حالا عبوریهان و زیادن خب ابن سینا و و و و, و. به یه چیزهایی نوشته بودند ولی این پیوندی که به اسلام زده بودند اینو پس میزد اسلام پیوند رو قبول نمی کرد متاسفانه شوربختان هم ما که در اون سرزمین به دنیا این پیوند رو پس میزد از این رو مثلا شما نگاه کنید پادشاهان پهلوی رو حال خیلی سعی کردن این کنند، کنن این رو درست کنن چیزهایی رو بهش پیوند بزنن که بشه باش زندگی کرد عادی پس این پیوند رو روی خمینی از دلش میاد بیرون یا اردوغان هم در ترکیه میبینید داعش شبیه وجود میاد بوکو حرام همچنین خیلی زیادن میخوام حالا تاریخ اسلام رو اینجا بگم تاریخ مدرنش رو دارم عرض میکنم پیوند رو پس میزنه قبول نمیکنه این پیوند فلسفه و علم اینا اصلا نمیپذیر رو به خاطر اینکه با سرشت اسلام بیگانه است با این تار و پود استام. شما نمیتونید به این تار و پود ده... که بیابانی است یه چیز مدرن بچسبونید خرد رو به این محمول کنید نمیشه پس میزنه از این رو هستن این اصلاح این رفرمیست این اصلاحگران دینی میان دهن ما رو میخوان ببندن من همیشه به این اصلاحگران این نواندیشان این روشن فکران دینی همیشه مبحث که بوده گفتم نمیتونید شما این دین رو به راحتی اصلاح کنید چون پس میزنه دهن ما منتقدین رو نبندید بذارید تا اونجایی که ما میتونیم کار خودمون رو انجام بدیم هی نگید این منتقدین منتقدین منتقدین, منتقدین. اگر جرأت و شهامت دارید ببین به فقیهان نقد کنید اینها رو به نقد بکشید اسمم بیارید این فقیه اینطور گفته نه که در کلیتی چیزی بگید همش باد هوا یا انقدر پیچیده بنویسید که جز خودتون و پسرتون کسی دیگه نفهمه چون به خاطر اینکه اصلاح طلبی در تاریخ اسلام در اندیشه اسلامی همیشه در حاشیه بوده نه در متن نه در موضوع همیشه تو هواشی حاشیه قرار گرفته به راحتی هم کنار رفتم به راحتی کنار رفتم و ادامه میده این فرهنگ علمی بیگانه در تمدن اسلامی ریشه ندوانید و پس از رشدی کوتاه مدت بی آنکه رمقی داشته باشد پژمرده خشکید علم در تمدن اسلامی همیشه در محفلهای تنگ و بسته به حیات خود ادامه داد و هرگز مورد حمایت توده مردم قرار نگرفت اینه این انحطاط از اینجا میاد این یعنی توصیف خیلی مختصری کرده از این مبحث خاطر اینکه توی محافل تنگ و بسته و اصلا توی جامعه نبوده اینها یه عده مثل ابن سینا یه حرفایی میزنن واسه خودشون واسه اطرافیانشون اینها نیومدن به علم یک تعمیمی بدن یک عمومیتی بهش ببخشند در دل جامعه نکردن این کار یکی از دلایلش دوستان این پیچیده نویسیه این گفتار پیچیده این زبان پیچیده است تکلف زبانی یه جوری می ها رو کنار همدیگه بشن خودشون بفهمن هیچ هم نفهمه در گذشتم این چنین بوده اصطلاحاتی به کار بردن و اینا هستن تو متکلمینشون داری میبینید که اصطلاحاتی به کار بردن خودشون معنیشون نمیدونن این نه نبردن این رو به مردم ارائه بدن مردم بیاین یاد بگیرید این رو میدونید چه بخواد که خودشون ده ده قلام حلقه به گوش این مکتب بودن و عبادت رو برای مردم بهتر میدونستن تا خرد ورزی رو دلش این بود ما پس عبادت رو یه چیز آمیانه میدونستن واسه مردم حالا ما که داریم فلسفه میخونیم واسه مردم نیست واسه خودمونه ما چون آگاهیم یکی غرور قرور رو یک تکبر هم بود یک نخوتی هم تو این قضیه هست که با مردم تعامل نداشتن که یاد مردم بدن اینها از این رو راحتی موجب بنیان‌گذاری میاد میبلعه میبره. جزی خاکستری هم بیشتر نمیذاره. طالبان نگاه کنید. از این هم بگذریم امیدوارم باز هم فرصتی بشه که در خدمت دوستان باشم. به هم بدرود میگم ایام به کام